توالو یکی از ناشناخته ترین کشورهای جهان است. سلام دوستای عزیز، به چینل آی پلاس خوش آمدید. اگر برای اولین بار است که این ویدیو را میبینید، لطفاً کلید سابسکرایب را فشار دهید و علامت زنگوله را هم بزنید تا از گذاشتن ویدیو جدید ما با خبر شوید و خوشحال میشوم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. کشور جزیره‌ای به نام توالو در اقیانوس آرام قرار دارد. توالو چهارمین کشور کوچک جهان است. پایتخت این کشور کوچک جزیره‌ای فونافوتی می باشد. فونافوتی یک جزیره بسیار کوچک است که به شکل یک نوار به پهنای 20 الی 400 متر در درون آب قرار گرفته که بخش پرجمعیت کشور توالو را تشکیل می دهد. مردم این منطقه خانه‌های خود را به سبک قدیمی و بومی از برگ درخت خرما درست می‌کنند. مناطق حفاظت شده فونافوتی با داشتن صخره‌ها، مرجان‌ها و سواحل زیبا، مکان خوبی برای زندگی آبزیان مانند سنگپشت سبز دریایی است. طبق سرشماری 2017، جمعیت این کشور 11192 نفر است. پولینزی‌ها اولین کسانی بودند که در این جزیره سکونت داشتند. این کشور جمعیت جوانی با میانگین سنی 25 سال دارد. سطح رفاه در این کشور متوسط رو به پایین است. امید به زندگی در مردان 68 و در زنان 71 سال می باشد. مساحت این کشور کوچک 26 کیلومتر مربع است که شامل 6 جزیره مرجانی و 3 جزیره صخره‌ای می باشد. بریتانیا در قرن 19 میلادی این کشور را مستعمره خود کرد و در سال 1978 توالو استقلالش را به دست آورد. ولی در حال حاضر ملکه الیزابت دوم رئیس این کشور محسوب می شود. زبانهای رسمی کشور توالو انگلیسی و توالویی می باشد. از آنجایی که توالو در میانه راه استرالیا و جزایر هوایی قرار دارد، آب و هوا در این کشور جزیره‌ای گرم و مرطوب است و میزان بارش سالانه در آن 300 سانتی متر می باشد. در کشور توالو رودخانه وجود ندارد، به همین دلیل مردم نیاز فراوانی به آب شیرین و باران دارند. اقتصاد مردم کشور توالو در گرو صنعت ماهیگیری است. آنها به کشورهای آلمان، ایتالیا و فیجی ماهی صادرات می کنند. در گذشته کشور توالو به نام جزایر آلیس مشهور بود. آینده این کشور مشخص نمی باشد. به دلیل تغییرات آب و هوایی و تولید گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن آب و هوا، سطح دریا روز به روز بالاتر می رود که این یک هشدار برای این کشور کوچک جزیره‌ای می باشد. بالاترین نقطه در توالو فقط 4.5 متر است. با این تغییر شرایط اقلیمی ممکن است این جزیره تا آینده نه چندان دور به زیر آب فرو رود. جالب است بدانید اتباعی ایرانی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا ندارند و همچنین یک کمپانی ایرانی در زمینه ماهیگیری از سال 2010 در این کشور مصروف به کار است.